نام خدایی که در این حوالی است خدایی که بندگیش خوش است سلام علیکم وقت شما بینندگان فرهیخته و پیشانی بلند رسانه جهانی هادی بخیر باشه جور و سهدمند باشین و در مسیر بندگی خداوند کامیاب و پیروز و سربلند انشالله امشب هم خداوند توفیق داد تا بنده و همکاران بسیار پرتلاشم هم در این رسانه جهانی با برنامه به وقت بیداری و محضر شما بزرگواران برسیم سلام یعرض کنیم و دقایقی را با شما هم نفس و همراه باشیم امیدوار هستیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید همه شما آن دعوت میکنم و دیدن و شنیدن گفتگویمان البته پرسش و پاسخ احکام و سوالات شرعی با حضور ارزشمند جناب استاد رسولی سلام علیکم استاد بسیار خوش آمدید علیکم و سلام و رحمت الله تشکر میکنم از شما موفق و پیروز باشین بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان و همراهان همیشگی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو جور و باشید و ما را مثل همیشه از دعای خیرتان فراموش نکنید امیدوار که گفتگو مفید واقع شود در خدمتتون هستم بسیار تشکر استاد قبل از اینکه سوالات آغاز کنیم شاید بینندگان سوال کنند که چرا امشب چرا بلد. یک شب دیرتر ما به خدمت شما رسیدیم متاسفانه شب قبل پاره از مشکلات تکنیکی نگذاشت و به ایزان سلام عرض کنیم و به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما باشیم و از این از این طرف هم ما بسیار سوالات حکام داریم که عزیزان منتظر هستن جاهایش از ما و از حضرت علی دریافت کنن ان که در این انجام وظیفه بالاخره اگر کوتاهی میشه اوقات ما را ببخشید در خدمت شما است سوال, سوال اول انشاءالله خواهیم در خدمت تونیم و سه هفتاد و هشت چهار شماری آخر سی و چهار هشتاد و دو سوالی کردن که بیشتر شبیه یک درد دل است بله درد دل بسیاری از جوان های ما در این روزها ایشان پرسیدن که آیا ازدواج کردن یک امر واجب هست یا مستحب این بخش اول سوالشان است که اگر جواب بدین ما در بخش دوم هم خواهیم رسد. خدمت تناز کنم جناب ناصری عزیز و بینندگان محترم خب ایام هم ایام است که همین یکی دو روز پیش سال روز ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه صلی الله علیها بود خب سوالم درباره ازدواج است خدمت اینو باید عرض کنیم که ازدواج خودش و نفس خودش مستحبه سنت رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم است که رسول گرامی اسلام میفرماند که النکاحو سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی ازدواج روش و سنت من است کسی که از روش و سنت من اعراض کنه بگه من مثلا ازدواج نمی کنم فرق نمی کنه چی دختر باشه چی پسر باشه میگه فلیس منی یه از ما نیست پس بنابراین بر یک فرد مسلمان لازم است و واجب نیست لازم است که از سنت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم پیروی کنه پس در فرض اولیه ازدواج میشه مستحب ولی فقهای عظیم و شان از جمله حضرت آیت الله العظمه سیستانی حفظه الله تعالی میفرماید که اگر ازدواج کردن باعث شود که انسان از گناه و معصیت دوری کنه یا به تعبیر او طرف سکره بگیم که اگر کسی ازدواج نکنه در سن بلوغ رسیده چه دختر باشه چه پسر باشه و خوف و ترس از از این هست که در معصیت و گناه بیفته لذا برای جلوگیری از ای که در معصیت و خطا نیفته و در مسیر براه گام نگذاره و خیلی نخواسته از ناکجا آباد سر در نیاره ازدواج کردن چی میشه جناب ناصری صاحب؟ واجب پس در فرضی که ما بخوایم از شر شیطان و از نفس اماره و از گناه کردن نجات پیدا کنیم الا و لابد ازدواج میشه واجب مثل بلده. سایر واجبات که باید انجامش بدیم بله. گفتیم درد دل بلده. بخش دو مثال به یک درد دل است که خواستند با ما و با حضرت و استاد در میان دفتر. خواهش میکنم. ایشان میگن که اگر واجب هست چرا پدرها و مادرها اینقدر سنگ در مسیر ازدواج جوان ها بله ما گفتیم در از خود ازدواج در اصل یعنی بدون لحاظ کدام مطلب دیگه مستحب و سنت مؤکد رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم است در شرایط ثانویه و جلوگیری کردن و نیفتادن در ورطه گناه و معصیت به گردن انسان چی میشه واجبش. واجب, میشه پس چه سنت مؤکد و مستحب باشه و چه واجب باشه پدر و مادرای بزرگوار که مرا میبینند صدای ما را میشنون در خدمت جناب ناصری هم هستیم در دل از عزیز. بیننده عزیزم همه تون میشنوین و میبینین چرا باید انسان کاری کند که جلو سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه, 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 علیه و سلم گرفته شود چرا باید جلو یک امر خیری گرفته شود که این امر خیر باعث سکونت و آرامش و تو معنی نمی شود خود خدای تبارک و در قرآن میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها یعنی زوج و همسر باعث میشه که انسان به سکونت و آرامش برسه همو خدایی که میفرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب همو خدای تبارک و تعالی میفرماید که همسر و در کنار همسر بودن مایه چی میشه آرامش پس اگر ما جامعه آرام میخوایم اگر ما خانواده آرام میخوایم اگر یک جوانی میخوایم که جوان دغدغه مشکلات ذهنی نداشته باشه باید حتما ازدواج کنه و نباید در مسیر ازدواج ما سنگ کنیم شما در جریان هستین که بسیاری از رسومات غلط و دهمی ده تریبون بارها از ما سوال شده بسیاری از رسومات غلط که در شریعت مقدس اسلام نیست نه در مذهب شیعه است و نه در برادران اهل سنت خود ما اینا را از پیش خود ما ساختیم با تعبیر قلو زنجیرهایی که در گردن خود ما انداختیم و سنگهایی که خود ما پیش پای خود ما اینا را آوردیم و گذاشتیم و باعث میشه که مسیر را سخت شود پس بنابراین هوش داشته باشه با روایتم داریم یعنی روایت داریم از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه اگر شخصی یعنی دختر یا پسری به سن ازدواج رسیده باشه و ولی پدر در امر ازدواج این شخص کوشش نکنه تلاش نکنه و او به معصیت بیفته خب البته شخص معصیت کار او خب معصیت به گردنش است و کسی مثل پدر و مادر که زمینه را میتونست آماده کنه اما زمینه را آماده نکرده در گناه و معصیت از او شریک است پس چرا ما بخاطر یک سری رسومات غلط کار حرامی را انجام بدیم باعث شویم که جلب سکونت و آرامش فرزندان ما گرفته شود بله. اشاره کردید و دیگر برنامه های رسانی جهانی هادی و همین بخش احکامی به وقت بیداری اتفاقا جایشان سبز باشه جناب استاد رمزانی که در چهار ها بنده به عنوان میزبان در خدمت هستم سب که زندگی اسلامی را بررسی میکردیم شاید مدت زیادی هم نگذاشته باشد ایزان حتما دنبال کنند بسیاری از رسوماتی که ما در مرسومات ازدواج داریم دستکاری شده است بلی. تحریف شده است بلی. و واقعا با قالب اسلامی هست و با قالب اسلامی ما به هیچ وجه سازگاری نیست بله سوال بعدی ما هم از دوست دیگری ما هست که همراهی کننده برنامه است که در, مورد ازدواج سوال کرد بسیار مثبت 93 78 4 شماره آخر 19 19 سوال کردن که ضمن تشکر و جس ببخشید مثبت 96 76 4 شمار 36 سال کردن که در منطقه ما مبالغ بسیار زیادی به عنوان گله مطالبه میکنن از خانواده داماد میگیرن و غیر از او هم پول زیادی هم پول نقد میگیرن و آیا گرفتن و استفاده کردن چون این پول های جایز هست یا خیر خب دقیقاً این سوال در ادامه همون سوال دیگه است که سوال کننده ما گفته بود چرا پدر مادر ها سنگ میکنن یا مشکلات گرفتاری رو خلق میکنن یکی از مشکلات و گرفتاری که متاسفانه از طرف خانواده عروس و خانواده دختر بر داماد و خانواده داماد تحمیل میشه مسئله گله است یا مقلین یا نام های مختلف برش میبانه شیر ها خب مثلا خانم میگه که من خو شیر است یعنی بهای شیری که ما به این خانم پرداخت کردم، شما باید به ما بتین مگر جنس مگر که نوز بالله حیوان است که شما حیوان تربیت کردی که بعد در قبال تربیت حیوان و بزرگ کردن یک حیوان شما میخوای پول مطالبه کنیم اگر مهریه مهریه که قضیهش جداست این شیربه ها یا قلید یا گله هر چیزی که نامش میمانند اگر یک وقت داماد با تیب خاطر یعنی با خوشحالی از تمام وجود خودش این تقدیم میکنه به خانواده عروس خانوم به پدر عروس مادر هر کسی دیگه است خب نوش جانش شیر مادرم حلال تر اما اگر که نه ایره به زور اگر نده به ازدواج در نمیارن دختر بهش نمیدن هزار یک مشکلات گرفتاری برش خلق میکنن خوردن و استفاده کردن از ای پول جایز نیست یعنی اصلا بحث اگر این رقم بحث خرید و فروش پیش بیایه و انسان حر و آزاد رو کسی نمیتونه چی خرید و فروش کنه یا مثلا هست دیگه در مناطق ما های دیگه هست مثلا میگه که این قدر پیسه شاید شاید با اون قضیه باشه باید. که ایر مثلا به عنوان برادر بخشی بخش برادر ای به عنوان بخش عمو ای به عنوان بخش خاله نمیفهم خاله را چادر بده نمیدونه او زن ماما را چادر بده یا فلانی را برش لباس بخره یک چیزایی برش تهیه کن بارد. هیچ کدام از اینا اگر داماد راضی نباشه که نیست و به زرس قاطع میگم دامادی که پول نداره بسیاری از این پولا را رفته قرض کرده از کجا راضیه که مثلا فلانی خانم از قبل و کنار عروسی ما صاحب چادری شود بله. یا فلان مرد صاحب تیکه و لباس شود یا فلانی کس حتی ما یک کسی برای مخاطره نقل کرد گفت که ما عروس آورده بودم میخواستم عروس بیارم و برادر عروس در روزی که ما میخواستیم عروس بیرون کنیم از خانه پدرش بیاریم سوار موتر کنیم و عالی بوده گفت ای برادر عروس میدم دروازه گرفت بله. گفت ایج رای نداره غیر از اینکه یک موتورسیکل بریم بخریم حالا قضیه مثلا مالی 7 8 10 سال پیش بوده که اون زمان متوسط سکی ۳۵ ۴ 35000 40000 افغانی بسیار 35000 40000 گفت ما مونجی دادیم به خاطر حفظ آبرو دیگه او که دیگه دلش کنه میگه بلکه 30000 40000 رو بده گفت به خاطر حفظ آبرو ما هزار دادیم و دست از, از اون را از یخن خود ما چی کردیم خلاص, خلاص کردیم خب قطعا حرامه این شکی داری نکو شما ای داری نکو این چه فرق میکنه مثل که من سر گردنه رو بگیرم و رای کاروان رو بگیرم و غارت کنم اون تا این محترمانه تر است بسیار تشکر خواهش میکنم بسر. چند لحظه بسیار کوتاه همراه عزیزان ما دوتا فرمان شدیم به خدمت با ما همچنان همراه باشید به وقت بیداری و پاسخگویی به سهولات شرعی شما عزیزم دلش را برده ای هر وقت صحبت کرده ای بانو محمد را چنین غرق محبت کرده ای بانو تو پیش از وحی ایمان داشتی اعجاز عشقی است به قلبت اقتدا پیش از نبوت کرده ای بانو به مهراب دو ابرویش تماشا کرده ای حق را میان معبد چشمش عبادت کرده ای بانو اگر زر باختی بردی دل ما و دو عالم را چه سودی در میان این تجارت کرده ایبانو تمام هستی حق کوسرش سهم تو شد زیرا تمام هستیت را نظر امت کرده ایبانو بانو نبودی در خوم ما با علی داماد و مولایت به لطف دست زهرایت تو بیعت کرده ای که دوری در دل دلدادگی دیدی که از دنیا به یک پیراهن کهنه قناعت کرده ای بانو به آن دست کریمت دارم و میدی که در محشر ببینم شاعرت را هم شفاعت کرده ای بانو تشکر میکنیم از همکاران عزیزمان که این میان برنامه که بسیار هم مناسب بود با این ایام و سوالاتی که در پخش اول پرسیدیم سوالاتی که در مورد بحث ازدواج بود تبریک عرض میکنیم در روز گذشته سالگرد ازدواج نورانی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها بود در خدمت شما بزرگواران هستیم قبل از اینکه به محضر جناب استاد برگردیم و ادامه سوالات شما عزیزان از ایشان پرسان کنیم و شما اعلام میکنیم که پول ارتباطی ده که همه شما دارید ولی وظیفه رسانی بنده است که باز هم اعلام بکنم نمبر مثبت 964 780 255 40. در اختیار شما بزرگواران هست پیام های خودتون به صورت متن به صورت وایس به صورت ویدیو حتی و حتی, و حتی با تدابیر جدیدی که عزیزان اندیشیدن میتوانید به صورت زنده و مستقیم در هنگام پخش برنامه صدای عزیز و دلبند شما را پخش کنیم سوال شما را با صدای خودتان در این برنامه بشنویم و از جناب و استاد جوابش انشالله دریافت کنیم در خدمت شما هستیم و ادامه سوالات احکام جناب استاد رسولی عزیز سوال بعدی یکی از سوالات عمومی هست که معمولا خانم های مؤمنه از اساتید دا احکام دارند این سوال هست. از همراهی کننده محترمه ما با نمبر مثبت 93 78 شماره آخر 19 19 سال شده ایشان ضمن تشکر و قدردانی از برنامه های که ما هم از همین جا از ایشان به خاطر همراهی ایشان تشکر میکنیم سوال کردند که برخی از خانمها ها ها و بالاخره پودر را به صورت مواد آرایشی به صورتشان میمالند و استفاده میکنند وضو گرفتن با این مواد آرایشی چه حکمی دارد؟ خدمت شما و ای بیننده عزیز باید عرض کنیم که خب کار کار خوبی است به هر حال ولی متوجه از این قضیه باشند که اگر مثلا او کریمی که چرب میکنن یا او پودری که چرب میکنن اگر که توری باشه که مانع رسیدن آب به پوست شوه خب بعضیش خیلی غلیظ است دیگه بله، بعضی بله. قدر غلیظه که مثلا حتی رنگ پوست انسان عوض میکنه بله. طرف یک آدم مثلا گندم رنگ است وقتی که بسیار سفید میشه به هر حال یا به خیلی سیاست رو سفید جرم میکنه خب قطعا این دارای جرم دیگه دارای جرم زیاد است به طوری که مثلا صورت سیا یا صورت گندومی به صورت براق و سفید مثل شما درست میکنه درست است خب وقتی قضیه این رقم باشه معمولا دیگه آب به ازی عبور نمیکنه که به پست برسه پس بنابراین و این تشخیصش هم به عهده خود مکلفه یعنی شخصی که از استفاده میکنه باید تشخیص بده که آیا میال آب به پست زیر پست به پست رسید یا نرسید که اگر آب به پست برسه خب هیچ نداره مثل برخی از روغنایی که چربیش کم است خب قطعا وقتی که با او هم انسان صورت خودش میشوره آب به پوست میرسه ولی اگر قلزتش بسیار زیاده مثل بعد از پودرا خب قطعا این آب به پوست نمیرسه وقتی آب به پوست نرسه وضو میشه چی باطل و وقتی وضو باطل شد نمازم دیگه فایده نداره نه. یک نکته دیگه هم عرض کنیم این خدمت گرچه سوال نیست ولی خب باید عرض کنیم که اگر خانمی به هر نحو آرایش میکنه خب بله اگر در محضر شوهر است اگر در محضر محارم خودش است خب بسیار کار کار نیک پسندیده توصیه شده هم هست ولی اگر خانم آرایش میکنه با پودر یا با هر چیز دیگه یا با لب خودش میماله با هر به گونه خودش میماله که هست دیگه در بازار نیازی به گفتن نیست اونایی که میدانن از ما بهترم میدونن اگر ای قضیه ای رقمی شد دیگه باز اگر قرار باشه نامحرم اینا رو ببینه باید از نامحرم بپوشانه بله. این نکته بسیار مهم خواهش می‌کنم صد عزیز دل ما با نمبر مثبت 93744 شماره آخر 9850 سوالی کردن که جا داره بیشتر بالاخره روش وقت بگذاریم سوالات دیگری هم شاید از کنارش وجود بیاید سوال کردن که آیا خرید و فروش مواد مخدر جایز است یا خیر؟ شما در جریان هستین ناصری بزرگوار و بینندگان ما خوب در جریان است که امروز متاسفانه مواد مخدر به انهای مختلف چه مواد مخدری که قدیمی بوده کلاسیک به تعبیری و چه مواد مخدر صنعتی و جدیدی که فعلا وارد بازار شده خب جوانهای ما را از هر دو طیف فرق نمی کند چه دختر و چه پسر گرچه پسرها بیشتر در معرض آسیب و تهدید هستند اما خب دیده میشه همیالا در جامعه که دختران هم در معرض آسیب انسانهای بزرگ هم حتی در معرض آسیب حتی اشخاصی مثل من و شما هم در معرض بله. آسیب پس بنابراین او چیزی که باعث آسیب به با شخص میشه که بعد آسیب به شخص ما به شخص شما به شخص دیگه به شخص دیگه منجر به آسیب به چی میشه به جامعه میشه و منجر به میشه که خانواده ها از همدیگر چی شوه پاشیده شوه خب ما میبینیم که رابطه مستقیم این رابطه رابطه مستقیم بین استعمال مواد مخدر و طلاق رابطه مستقیم بین استعمال مواد مخدر فحشا رابطه مستقیم بین استعمال مواد مخدر تنفروشی و دزدی سرقت جنگ و و و الا ماشاءالله پس بنابر این خرید و فروش او ماده ای که باعث آسیب اجتماعی و آسیب به خانواده و آسیب به شخص می او و هم نه آسیب خیلی معمولی بلکه آسیب بسیار در سطح بالا و خانمانسوز قطعا به فتای مراجع اضافه تقلید جائز نیست خرید فروش مگر خرید و فروشی باشه که کنترل شده و برای مصارف دارویی با اجازه مثلا دولت ها و حکومت ها باشه که اون قضیهش از این قضیه جدایه ولی بیشتری سوالاتی که میپرسن معمولا خرده فروش ها میپرسن معمولا قاچاق برای مواد مخدر میپرسن اینا در اصل آتش به خانه مردم میزنن و کسی که آتش به خانه مردم بزنه و آشیانه یک انسان را و کانون گرم خانواده یک انسان را باعث شود که آتش بگیره و از بین بره و از همدیگر پاشیده شود منتظر, منتظر باشه منتظر باشه منتظر باشه که در همین دنیا به زودی کانون گرم خانواده خودش هم دچار آسیب میشه و ممکنه که آتش بگیره من. من. دو سال دیگر در زیل همین سوال در اولی است که آیا سیگریت و یا نسوار یا همون ناس که در بعضی از مناطق به اسم های مختلف مینامن که در سوپرمارکت‌ها ها بسیار فراوان هست و به راحتی خرید و فروش میشه به راحتی مردم در انزار عمومی استفاده میکنن اینها هم جزء مواد مخدر حساب می یعنی؟ ما با... اصلا مواد مخدر که هسته ولی مواد مخدر به اون معنا نس... نیست مثلا مواد مخدر ماده که باعث تخدیر میشه رخوت ایجاد میکنه یک نشکی برای انسان چیه حتی اون نسوارش هم سیگارش و حالت رخوت و نیشگیر برای انسان چی میته دست میته ولی برخی از فقهای از این مشهد درباره که کسی نگفته چیزی که به اصطلاح حرامه چون حرام زمانی است که مشکل و گرفتاری و ضرر قابل اعتنای ایجاد کنه ولی خب فعلا و قدر ضرر قابل اعتنایی به وجود نمیاره ولی در مورد سیگریت که باز رابطه مستقیم بین سگریت کشیدن و سرطان ریه و سرطان مری و جاهای دیگه است این ثابت شده برخی از فقه ها فرمودند که اگر سگریت هم ضرر قابل اعتنایی داشته باشه خب قطعا میفرمایند که کشیدن و استعمال کردن سگریت هم چی میشه حرام میشه ولی در باری کسی چیزی نگفته یعنی به خاطر زی نگفته که او قدر ضرر قابل اعتنایی نداره اگر چه همین هم کار پلشتیه دیگه کار بین است خدمت شما از کنم به هر حال جوان ما سعی شده که دوره بعد از این کارا نرن انشالله که هر, هر, روز کمتر از روز قبل انشالله زیادتر نشود اصد در مورد مسکرات و مشروبات الکلی چطور؟ مسکرات و مش مشروبات الکلی اینا رو که مسکر میگن به خاطر که سکر آوره سکر آوره این مست کننده یه. یعنی وقتی انسان نهوز بالله وقتی که شراب می یا از این مشروبات الکلی استفاده می حالت سبکی برای انسان دست میده و او حجب و حیایی که قبلا داشته انسان و خیلی از کارا را انجام نمیداده داده به راحتی اینا را چی می ده؟ انجام میده هیچ برش باکی نیست و برش مشکل نیست خب خدای تبارک و تعالی خمر که همون شراب باشه شرابی که از انگور گرفته شده در قرآن این میگه ریچ پلیت و توأم با بتپرستی در کنار بتپرستی قرار میده بنابراین میگه مگر من, من عمل شیطان فشتن و باید از چی شوه اجتناب شوه و همون رقم که قضیه مواد مخدر امروز جامعه و جوان ما را مورد هجوم قرار داده و کانون گرم خانواده ها را از هم دیگر میپاشانه خب استعمال مسکرات و مشروبات الکلی و شراب هم همین رقمه قطعا او هم آسیبش کمتر از این نیست منتهی مواد مخدرای صنعتی زود خودش نشان میده در قواره و چهره و رفتار و عمل کرده انسان ها خب زود تابلو میشه طرف میگه که خب اینی فلانی پودریست به تعبیر ما میگن پودریست بلی. ولی ممکنه مثلا استعمال مشروبات الکلی به این زودی اثر خودش برای جامعه نگذاره ولی قطعا تمام پزشکای شرق و غرب عالم گفته که ایچی داره ضرر داره برای تمام اعضای بدنی یعنی از از این فرق سر که شما بگیری تا انگشت پای تمام اینا برای بدن چی داره ضرر داره و چیزی که ضرر داشته باشه اسلام عزیز تحریمش میکنه اسلام خب سیال ما خون نیست چشم تنگم نیست ایده که تحریم میکنه فقط فقط به خاطر ازی که به نفع خود ما استعمالش برای خود ما ضرر داره عمر ما رو کوتاه میکنه سرطان میاره تحال ما رو خراب میکنه جگر ما رو خراب میکنه هر چیزی که شما تصور کن کلیه رو خراب میکنه بنابراین اسلام عزیز را تحریم کرده البته در مسکرات و مشروبات کلی حتی یک قطرش هم استعمال کردنش جایز نیست و حرام تشکر. سلامتی باشین موضوع سوال نامطلوب بود اما جواب های کشیدیم حتما مفید بوده برای شما خواهش میکنم انشاءالله در خدمت سلامتی باشن شما با ما باشید همچنان با به وقت بیداری دقایق دیگر از برنامه باقی مونده که در بخش آخر تقدیم شد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تمام زندگی من تمام وجود من معطر به اطر صلوات بر محمد و آل محمد شد در خدمت شما بزرگواران هستیم سوالات احکام شما را از جناب استاد رسولی عزیز پرسان میکنیم و جابهایش یکا یک مثل همیشه با تو معنینه و میشان معنین پاسخ میتن که حتما هم مفید برای شما ایسان هست اگر برنامه در این لحظه همراهی کنید که بسیار تشکر میکنیم اما اگر در این لحظه زمان مناسبی نیست و شما با ما همراه نیستید در پخش های مجدد در فضای مجازی می توانید از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این سوالات و جواب های آنها دسترسی پیدا کنید. با ما همراه باشید در فضای مجازی و به همه عزیزانی که دوست دارند این قبل سوالات در فضای مجازی هم ببینند و بشنوند و مورد استفادهشان واقع شود حتما پیشنهاد بتین که با برنامه های رسانه جهانی هادی همراه باشند. در خدمت شما هستیم جناب استاد رسولی عزیز و بخش سوم استاد عزیز در این بخش سوالات ما آغاز میکنیم با سوالاتی که مربوط هست به بحث میت جنازه و احکام دوربر این مبحث مشکلی نیست در خدمتیم مثبت 93 هفته آخر ۶۸، هفته سوال کردند که چرا نماز جنازه را میتوان بدون وضو و قوسل انجام داد؟ مگر نماز نیست؟ آیا نماز بدون تهارت هم امکان دارد؟ خدمت شما و بیننده عزیز آرزیم که ای که در نماز جنازه نماز جنازه نماز جنازه میگن یک تعبیر مسامحه ای است در اصل نماز جنازه نماز نیست چرا نماز نیست چون چطور نماز است که همون رقم که بنده خدا اشکال کرده اشکال سوال بوده برش دیگه که این طهارت لازم نداره این چه رقم نماز است که ما روایت هم داریم که لا صلات الا به فاتحه کتاب صلاتی بله. نیست نمازی نیست این در خارج محقق نمیشد مگر که فاتحه کتاب بله. و سوره حمد همراهش باشه که سوره حمد نداره چطور نماز است که رکوع که از ارکان نداره چطور سلات است که دو تا سجده یک رکن حساب میشه ایرم خود چیه؟ نداره و واجبات دیگر هیچ کدمش نداره لذا اصلا نماز جنازه یا سلات جنازه اصطلاحا به این نماز میگن یعنی مصامحتا به این نماز میگن و حالا که نماز نیست الله اکبر اول که میگی میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نزیرم بين الساعه الله اکبر یکی بعدش هم مرقبه است در هیچ جای از حمد و سوره جایگاهی نداره تماما دعا میشه برای میت و شهادت داده میشه به وحدانیت حضرت حق پس اصلا نماز به او کیفیت به او نام نماز نیست لذا بدون غسل و بدون وزام خانده میشه حتی انسان وقتی که در صفش استاد میشه خدمت تو کنم که لازم نیست از کفش خودش بیرون کنه و حال که در نمازهای دیگه حتما و الا و لابود باید کفش رو از پایید بکشی بله بسیار عالی سلامت باشید. در واقع شما از سوال ای عزیز برای پاسخ خودتان استفاده کردید خواهش میکنم بسیار کردید و در ادامه ای سوال عزیز دیگری از جمهوری اسلامی ایران با نمبر مثبت 98 921 شماره آخر 395 سوال کردن که آیا با بغل گرفتن و لمس کردن کسی که قسل مس میت بر واجب شده آیا این قسل بر ما هم واجب میشه؟ خدمتتون از کنم نخیر قسل مس میت بر شخصی واجب میشه که بدن مرده ای را بعد از سرد شدنش لمس کنه بعد از اینکه کاملا بدنش چی شده سرد شده. شده مثلا اگر که میتی از دنیا برود و در همون لحظه که این کار را باید ما بکنیم یعنی یک از ما <تصفح> همیست که میتی که از دنیا میره دوستان همونطور که مطلع هستید پل ارتباطی برنامه که همه دوستان دارید من دوباره تکرار میکنم در پخش های زنده هم میتوانید ارتباط بگیرید و سوالات خودتان را با صدای زیبای خودتان مطرح کنید و کارشناس محترم هم جواب میدن نمبر مثبت 964 780 255 4013 در اختیار شما هست و برمیگردیم به محضر جناب استاد رسولی عزیز و ادامه پاس گفتیم که غسل میت به گردن کسی واجب میشه که بدن سرد شده میت را دست بزنه فرق هم نمیکنه مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه کوچیک باشه یا بزرگ باشه ولی اگر کسی در جای حضور داره که میت تازه از دنیا میره و به عنوان وظیفه که همه ای ما وظیفه داریم مثلا کاری میکنه که چشم از چشم ها پود شود، تا او حالت چشم باز نماشه چون اگر چشمش پود نکنیم بعد از مدتی بدن میت سرد باشه چشم های شما باز میمونه با یک حالت ناخوشایندی یا مستحب است که اگر چانی از افتاده چانی از را بالا کنیم و حتی اگر که پایین می افتد دوباره باز با یک چیزی بسته کنیم ده 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 ده. که حالت باز دهن باز نباشه و اگر دست و پای میت به صورت مثلا جمع شده خب تلاش کنیم که دست و پای میت دراز کنیم و کاملا که باز یک صحنه جالبی به وجود غیر جالبی به وجود نیاید در تمام از این موارد چون بدن میت هنوز گرمه و ما تمام از این کارا رو که انجام میدیم غسل میت به گردن ما نمیشه اما اگر بدن ما سرد شد یک ساعت دو ساعت قطعا سرد میشه سردی از پای شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا به بالا اگر بدن ما سرد شد و من بدن سرد شده ما پیش از اینکه سه غسلش چی شود انجام داده شود ما دست بزنم غسل میت به گردن ما واجب میشه ولی اگر من بدن میت با آن که سرده کی دست بزنم زمانی که سه غسلش تمام شده دور از جمع ما باشه خب هست مرسوم است دیگه میت غسل میدن کفن میکنن میارن جای بازباندگانش و صورتش باز میکنن تا برای بار آخر صورت میت بین اگر کسی دیست به صورتش اگر صورتش بوسید این غسل مست نداره پس بنابراین کسی که باز غسل مست به گردنش واجب شده آمد با آمد دست داد با شما دست داد یا بغل کشی کرد یا صورت ما رو بوسید یا ما صورت رو بوسیدیم این غسل مست نداره بسیار خداوند همه اموات به حق این شب و روز بیا که بالاخره جواب ای عزیز ما داده باشیم خداوند رحمت کنه بالاخره این درگزشتی استاد سوال بعدی ما در مورد سین زنی و ازاداری هست هرچند که ما از ماه محرم سفر فاصله گرفتیم اما باسم پاسخ به این سوال میتونه داغ عبی عبدالله علیه السلام همیشه طلاب هست مثبت 93 78 4 شما آخر 47 19 سوال کردن که سینزنی به عزاداری کردن آیا ثواب داره یا خیر تمام مراجع ازام تقلید از جمله حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله میفرمایند که عزاداری و سینزنی متعارفه سی می سینزنی معمولی میفرمایند که اینها مستحبه و از افضل قرباته یعنی بهترین چیزهایی است که ما را به خدای تبارک و تعالی میکنه نزدیک میکنه چرا چون ما ازاداری که میکنیم برای کی ازاداری میکنیم برای شخصی که او جان رسول خدا بوده برای شخصی که او عزیز رسول خدا بوده و با بدترین شرایط با فجیع شر... شرایط به شهادت رسیده لذا ما به خاطر حزن و اندوهی که از ای اتفاق برای ما راه داده و وجود ما راه پیدا کرده ما از آزاد نمی و به سینه میزنیم پس بنابراین ما را به کی نزدیک می کنه به خود سید شهدا وقتی به خود سید شهدا نزدیک شدی به رسول مقبول صلی الله علیه و سلم نزدیک میشه و نزدیک شدن به رسول مقبول نزدیک شدن به الله پاک است پس بنابراین کسایی که ممکنه بعضی جاها پیدا شود که عزاداری شرک است و کفر است و فلان اصلا کسی که میگه عزاداری شرک اصلا معنای شرک نفهمیده اصلا از کوچه بازار شرک هیچ نشده و برادر شرک از خودش تعریف داره شرک از خودش حدود داره صغور داره ای تو نمیشه که شما هر چیزی که شما دوست نداشتی شما تمایلش نداشتی بهش برچسب چی بزنی؟ شرک بزنی شرک در چیه؟ شرک در خالقیته شرک در ربوبیته شرک نمیفهم در چیه؟ شرک در عبادته آیا کسی که عزاداری میکنه کسی که به سینه خودش میزنه امام حسین عبادت میکنه فقط دیوانه باشه انسان که به سینه زدن را عبادت حساب کنه دیوانه است مگر کسی که گریه کردن را عبادت حساب کنه عبادت امام حسین پس شرک در خالقیت نیست شرک در ربوبیت نیست شرک در عبادت نیست پس شرک, شرک در چیه پس اول باید بره بفهمه تعریف شرک را بعد بیا گپا گپاره بزنه یک گپی باید زده شده که گپ حداقل ارزش یک چار سباهی جولان دادن و فکر کردن در بارش باشد نه یک حرفی که خیلی همیتر آبکی و مفت که این کارا شرک است دو دقیقه دیگه وقت داریم ما هم از این فرصه استفاده کنیم یک سال دیگه هم از شما میپرسیم مصبت 93-77 چار شماره آخر 95-48 پرسان کردن که آیا حیوانی که از نجاست انسان گاهی استفاده می کند خوردن گوشتش حرام می شود یا خیلی؟ معمولا در قدیم الایام شطورها بوده که از نجاست حیوان استفاده می کردن اسپا یا مثلا حیواناتی که هست و از اوقت مرغ همین مرقایی که هست و هم زمانی بوده که معمولا خب بحث های نظافت و اینا نبودم انسان ها در مثلا کوچه و بازاری طرفی طرف در جاهای پست و جاهای دیگه قضای حاجت میکرده خب یه قضای حاجتش دیگه یک دیوار چیزی نبوده بالاخره یک حیوان اگر رد میشده خب از او و, و این حیوان در اصطلاح فقه بهش میگن جلال یعنی کسی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده بهش میگن جلال که بیشتر مال شطور و چیزای دیگه است که اگر شطور باشه یا گاو باشه یا هر یک هر هر حیوان حلال گوشتی از جمله مرغ که این چنان تقضیهش از نجاست و نجاست انسان باشه که کلا نجاست خار بهش بگن یعنی بدنش از رشد کنه اگر شیری داره شیرش از اون طریق یعنی کارش خوردن نجاست باشه ولی او مثلا حالا یک حیوان یک سبای تیر شده یک جای یک نجاست خورد این پروا نداره در قدیم الایام هم که داستان ها زیاد بوده اگر شطوری بوده اگر گاوی بوده اگر گوسفندی بوده اگر مرغی بوده ایره استبراء میکردن ده. استبراء به چی کیفیت بوده؟ یک مدت ایره از خوردن ای نجاست حیوان دور نگه دو داشتن دو بعد گوشتش پاک می‌شد. بسیار آره باید. با اعتقاد شخصی خودم بخش پاسخوی به حکام یکی از بخش هایی است که به صورت مستقیم در زندگی مادری دنیا و انشالله در دنیا تاثیر دارد خدا خیلی کنده خدا سلام. پدر باشد. مادرتان انشاءالله رحمه الله آمین سلامت, سلامت باشید باش. باش. دوستان عزیز بسیار تشکر میکنیم از لحظات ابتدایی برنامه تا این لحظه که لحظه خداحافظی است با ما هم نفس و همراه بوده همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و تا برنامه بعد به دعایتان محتاجیم و به دیدارتان مشتاق